در کلاس برنامه نویسی مقدماتی پوررزا اومد و گفت تابعی بنویسید دو عدد صحیح را به عنوان پارامتر گرفته و حاصل جمع آنها را بازگرداند بعد پوررزا رفت پشت کامپیوتر کلی کود نوشت گفت برنامه رو اجرا میکنیم دو و سه پنج پس برنامه درست کار میکنه سلام دوستان امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه و همیشه کنجکاو باشید ببینید دوستان ما در مورد تست نرم افزار ساده ترین روش روش تست دستی رو داریم که شما میتونید چند تابه بنویسید و به صورت دستی اجرای برنامه رو کنترل کنید ببینید آیا این تابه شما 13 رو به عنوان عدد اول نشون میده یا نه آیا میتونه مجموع ارقام عدد 123 رو در خروجی نشون بده یا برای 123 این عدد 11 که یک جواب نادرسته رو نشون میده پس ما الگوریتم هایی داریم اینا رو تبدیل به برنامه میکنیم و برنامه ها رو تست میکنیم اما اگه حجم برنامه از یه حدی بره بالاتر ما مجبور میشیم وقت بسیار بسیار زیادی رو برای این تست های نرم افزار اختصاص بدیم پس پور رزا یه بار برنامه رو می نویسه بعد پنج روز ده روز نشسته بخش های مختلف برنامه رو تست می کنه. تست بعضی قسمت هم به این آسونی نیست مثلا دانشجو باید بره انتخاب واحد رو انجام بده فلان درس رو مردود بشه بعد که مردود شد مثلا ریاضی دو رو نتونه بدون پیش نیاز ریاضی یک اخص کنه خب پس تست ها زمان برند حالا محیط های نرم افزاری به ما این امکان رو میدن که برنامه هایی بنویسیم که این برنامه ها برنامه های اصلی رو تست کنند روش کار بشه شکلیه؟ امروز میخوایم با یک مثال بسیار بسیار ساده در محیط برنامه نویسی سی شارپ این تست برنامه رو ببینیم پس میریم سراغ سی شارپ یک پروژه بسیار بسیار ساده ایجاد خواهیم کرد پس برای دوستانی که اطلاع زیادی از محیط ویژوال استدیو ندارند میریم سراغ منوی فایل بعد گزینه نیو رو انتخاب میکنیم پروژکت اینجا شما انواع پروژه ها رو میبینید مثلا سی شارپ بعد این پایین بریم مثلا ما ویژوال بیسیک رو داریم ویژوال سی پلاس پلاس رو داریم که از زبانهای برنامه نویسی هند. پس میایم در این قسمت سی شارپ ویندوز و بعد کنسول اپلیکیشن رو انتخاب میکنیم پس پروژه ما یک پروژه کنسول اپلیکیشنه یعنی واسط گرافیکی نداریم و خروجی رو در کنسول خواهیم دید البته ما هیچ وقت نمیخوایم این برنامه رو اجرا کنیم فقط تستش خواهیم کرد اسم برنامه چیه یا اسم کلا پروژه چیه کنسول ای پی شماره 3 خب حالا محیط ویژوال استودیو میاد یه سری کارهایی رو انجام میده یه سری فایل هایی رو ایجاد میکنه که شما میتونید از این منوی ویو سولوشن اکسپلورر رو انتخاب کنید و تمامی اون بخش ها رو ببینید مثلا properties program.cs و الاخر این همه مربوط به چی اند؟ همه مربوط به این کنسول اپلیکیشن سه هستند که من میتونم راست کلیک کنم و گزینه اد رو انتخاب کنم اد چی اد بشه به این پروژه؟ اینجا ما گزینه داریم به نام کلاس خب یه بریم پایین تر گزینه کلاس رو داریم خب پس من میتونم یک کلاس به این پروژه اضافه کنم اسم اون کلاس رو میذاریم مای کلاس مای کلاس خب و اد حالا ما در این مجموعه فایل ها یه مای کلاس رو هم داریم میخوایم اون متد ساده رو اینجا تعریف کنیم در داخل مای کلاس خواهیم نوشت پابلیک اینت یعنی این عدد صحیح رو برمیگردونه مای اد اینت خواهیم کرد ای به اضافه بیرو وای عجب تابه سنگینی شد برای اینکه این کلاس از بیرون از محیط این پروژه هم قابل دسترسی باشه این رو پابلیک خواهیم کرد پابلیک کلاس مای کلاس پس فعلا کنسول اپلیکیشن رو داریم با یک متد حالا میایم سراغ منوی پروجکت در این قسمت شما سلوشن رو دارید با یک پروژهی به نام کنسول اپلیکیشن 3 ما در این قسمت یه راست کلیک میکنیم دوباره ادر رو انتخاب میکنیم و بعد نیو Project یعنی ما میخواییم یک پروژه جدید دیگه پروژه دومی هم به این سلوشن یا راه حل اضافه کنیم این بار میاییم سراغ انواع پروژه هایی که داریم و به جای اینکه مثلا بریم سراغ سی شارپ میاییم و تست رو انتخاب میکنیم پس این پروژه جدید ما از نوع چیه؟ از نوع تسته که این بالا شما انواع اینها رو هم میبینید که یونیت تست پروژیکته پس از این قسمت تست و این قسمت هم یونیت تست Project رو انتخاب خواهیم کرد خب الان شما در ادامه میبینید که به این سلوشن ما یک یونیت تست پروجکت جدید هم اضافه شده پس ما اینجا کنسول اپلیکیشن 3 رو داریم و یونیت تست پروژکت 1 رو خب حالا برای اینکه من بتونم به این کنسول اپلیکیشن 3 در داخل این یونیت تست پروژکت دسترسی پیدا کنم میام سراغ رفرنس های این یه راست کلیک میکنم و اد رفرنس رو انتخاب میکنم پس یه رفرنس جدید یک منبع جدید به این پروژه میخوایم اضافه کنیم به کدوم پروژه به همون پروژه تست اگه شما دقت کنید اینجا ما انواع رفرنس ها رو داریم حتی میتونیم بریم رفرنسی دانلود کنیم اما من میام سراغ پروژیکتز و کنسول اپلیکیشن سه رو انتخاب میکنم پس کنسول اپلیکیشن سه رو انتخاب میکنیم پس اد رفرنس کردیم کنسول اپلیکیشن سه رو حالا دیگه باید برگردم سراغ کود نویسی بقیه کارهای من کود نویسیه خب اولین کاری که باید انجام بدیم در داخل این تست هایی که می نویسیم یه یوزینگ جدید بنویسیم یوزینگ کنسول اپلیکیشن 3 یعنی من بتونم به اون کلاس دسترسی پیدا کنم خب حالا در این مرحله من بایستی سه کار رو انجام بدم که اصطلاحا به اینها تریپل a ای خواهیم گفت خب پس در داخل این تست جایی که نوشته تست متد یک من میتونم بنویسم تست my f کن یعنی این متد رو عوض کنم البته این اسما مهم نیستن این دکوریتورها ها مهمن به اینها اصطلاحا دکوریتور میگیم حالا بعدا در مورد اینها هم صحبت خواهیم کرد پس من بایستی سه تا کار رو انجام بدم اولی ارنج بعد اکت و بعد اسرت این سه کار اول ارنج یعنی چی؟ یعنی باید یه نمونه ای از اون کلاسه ایجاد کنم پس می نویسم از نوع ما class object من مساوی new my class خیلی ها اینجا این از ور استفاده می یک خطی و خیلی سریع تر می نمیسن. من از همون روش های قدیمی استفاده کردم حالا act یعنی چی؟ یعنی الان درسته این نمونه رو تعریف کردی ولی خب باید یه محاسبه ای انجام بدی دیگه درسته اینجا می نویسیم یا همون ریزالت مساوی او بی دات دو و سه دو و سه رو به عنوان پارامتر ارسال کنیم خب یعنی به جای اون پارامترها ها دو و سه رو قرار بدیم و اصولا آرمن بایستی پنج بشه اما خب تست باید این رو کنترل کنه assert dot is equal یا equals are equal آر و مثلا پنج آیا آر و پنج با هم یکی هستند خب من میدونم دیگه حاصل جمع دو و سه خواهد شد پنج حالا چطور تست رو ران کنیم؟ ببینید دوستان میریم این منوی بالا توی این قسمت ما گزینه‌ای به نام تست داریم تست رو انتخاب میکنیم در بخش تست ران ران اول تست است. همه ی ها رو ران کن این شروع میکنه به اجرای تست ها که چند دسته باید صبر کنیم و اگه دقت کنید در این قسمت نوشت تست ما پس شد یعنی من رفتم این محاسبه رو انجام دادم و نتیجه دقیقا همونی بود که شما میگفتید مثلا 13 شد عدد اول مجموع ارقام 123 شد عدد 6 خب بیایم به عمد یه چیزی رو عوض کنیم پس میایم عمدن میخوایم تستمون رو فیل کنیم پس در این قسمت من مینویسم آر و مثلا هفت این خودش باهوش که نیست من میگم این نتیجه الان بایستی هفت بشه همون تسته رو دوباره رام میکنم و اینجا شما میبینید که نوشت تست پیل شد یعنی ما تستمون رو از دست دادیم نتیجه چیزی نشد که ما میخواستیم پس دوستان دیدید که چطور میتونیم یک تست بسیار بسیار ساده برای تمامی برنامه ها بنویسیم من هم با شما موافقم برای برنامه هایی که یک یا دو متد بسیار ساده محاسباتی دارند الگوریتم هایی که ما دقیقا میدونیم که این الگوریتم درست کار میکنه ما نیازی به نوشتن این یونیت تست ها نداریم اما در پروژه های بزرگ برنامه نویسان اول تست ها رو می و بعد میرن سراغ کد نویسی پس اول ما اون اینترفیس ها رو می نویسیم بعد میایم کلاس ها رو از روی اون اینترفیس ها واسط ها پیاده سازی می کنیم حالا اگه این مفاهیم رو نمیدونید باز مشکلی نیست یعنی میگیم شکل کلاس بایستی به اینی شکل باشه فرض کنید من اونجا مای اد رو نوشتم فقط نوشتم ریترن مثلا پنج مثلا خب بعد میان و تست ها رو می نویسن بعد میرن سراغ کار با الگوریتمها فرض کنید ما میخوایم اول بودن یه عدد رو تست کنیم یه نفر میاد میگه از عدد دو شروع کن تا خود عدد در مورد سیزده ما مشکلی نداریم اما اگه مثلا بگن هفتصد و خورده ای میلیارد آیا عدد اولی یا نه من بایستی چندین میلیارد محاسبه انجام بدم پس یه نفر میاد میگه تا نصف مجموعه رو حساب کنیم یکی میاد میگه فقط عددهای اول رو تست کنیم پس هر کدوم از این الگوریتم ها رو پیاده سازی کردیم بایستی این رو با اون ریزالت مقایسه کنیم و اینجا این تست ها به کمک ما میان و این تست ها رو خود به خود انجام میدن میگن نه این برای فلان عدد اول درست کار نکرد پس ما یک مقدار تست انجام شده داریم خب دیتا هایی داریم که میدونیم اینها درستند و با استفاده از اون این برنامه ها رو تست میکنیم